پسرشون هستم. پسرش باشین پدرش باشین نمیذارم برین تو. ببخشید آقای دکتر، من نه پسرشم نه پدرشم. با اجازه بفرمایید آقا. کجا گفتم نمیشه برین تو دیگه؟ یعنی چی آقای دکتر؟ چه طرز صحبت کردنه؟ ما بچه ایم مگه؟ سن و سالی هم گذشته، شوخی داریم مگه با شما؟ همین شما که سن و سالی ازت گذشته نمیدونین همینجوری نمیشه برین وارد سب کنم بینم. شما همونایی نیستین که؟ بله بله، من اون موقع ماماشینی رو نکردم. چه حافظه ای داره؟ پرستار مریض اینا رو برگردونید بندازید بیرون. ببخشید آقای دکتر، واسه چی؟ برای اینکه با اون آتیشی که دفعه قبل تو بیمارستان سوزوندین و همدیگر داشته میجویدین، من قسم خوردم دیگه اینا رو تو بیمارستان راه ندم. آقا این کارا چیه میکنی؟ محل این حرفا نیستن. مال منه. آی دکتر ببین، اون که اتفاقی بود دفعه قبل، معذرت خواهی هم که کردیم، اصلا از ظاهر شما پیداست که دکتر بسیار متعهد و معقول و آقای دکتر با شما دارم سرت میزی میری؟ همین دورو بر باشین تا خودم خبرتون کنم. در زم اون گوشیتون رو لط کنید جواب بدید. افتا من بش عجب دکتره. الو چه خبر؟ یواش صحبت کن، بیمارستان اینجا. یواش. چی؟ خب من نگفتم بهت نمیشه. اه؟ نمیتونم. خب چطور اون موقع که پول نقد و شمردم گذاشتم کف دستت این چیزا حالیت نبود؟ فکر اینجا چه نکردی الان داری میگی؟ نمیتونم، پولم باید پس بدی آقا جون. خدافیز. کنچه بیارید جانه بکارید، اومد کجای دستاش هنای عشق شده، گلمه زلفاش گلامه دلوفاش بزاره خود، خوشکل و مهربون شاد اومد. این دستگرمی بود؟ خیلی ممنون. ما تا دو سه نصف شب در خدمت شما هستیم. این اولین آهنگ، هرچی دوست داشتید به من بگید براتون بخونم. بزن. کی بهت گفته که من هر اینا گروه آکروبات تالارن. خرمازی چه؟ اتحاد به نفسم برای بالا به تو چه؟ گوش کن، دفعه آخر باشه این عرازل برمیداری بیاری اینجا، فهمیدی یا نه؟ عرازل چه؟ اینا رفیقه همه تحصیل کردن. گوش کن، یه جای آدم مجرد نیست، اینجا خانواده نشسته مجرد نمید بیاری، فهمیدی یا نه؟ راست میگن آقا، اینجا جای مجرد نیستش. شما چی میگی؟ من دارم با برادرم سوام کسی دخالت میکنم. من مجردی؟ اینجا همه مجردن، من شکایت میکنم. راست میگه دیگه، زن و بردرم دامت میکنه. تو دیگه چی میگی؟ آره بابا، افسر I'm sorry.
میکنم چیکارت کنه که روزگارمون رو سیاه کردی. خدا رو زمین ولت داره که حاجی رو سکتش دادی. خدا نیست و نابودت کنه انشالله. چرا خدا ما یه بزاره خود ما یه بزاره که با این کارات زندگی هممون نابود کردی. چی شد؟ سلام. بابا حالش چطوره؟ چی شده؟ ناراحت نشید نوشین خانم. بابا سی سی اوه. دکتر گفت حالش خوب میشه. انشالله. من تسلیت میگم. غم آخرتون باشه. ما تمام تلاشمون کردیم. آقا جون. به اینا نگفتم که من اونا رو گفتم نگاه کن تهرا رو برو برو با اونا بعد میگم من چشام ضعیفه. آقای دکتر بابایی من حالش چطوره؟ پدرتون جای نگران نیست خوبه خوبه خیالتون راحت. بین نه تو منه من برم با اون ببینم دست تو خیلی باز. صادق دوشینو بعد رو بریم خونه مامان تنهاست بسیرت رو با اینم اینجا میمونم. مگه تو هم میخوای بری؟ من آره یه کار اداری دارم فوریه این وقت شب؟ یک کار اداری دوره همینه دیگه سر دوسته نزدیکم چه؟ همین روزا ببین که بشه من زنگ بزنم این برادرای زحمتکش نیروی انتظامی بیان یه دستمن بزنن برات دارن ببرن یه طایفه از شهرت راحت شد. صادق برین دیگه این موجه مردو ببر داره دیوونه میشه. خیلی بهتر شد. من باشه بابا. دستش رو بشه. یواش بشه. آقا جون. یعنی چه؟ آقا جون. برای چند میوه آوردم. آقا چرا؟ آقا چرا؟ اینو بگم بردن که چرا؟ خوبه والله. ما داریم اینجا خون گریه میکنی اون وقتی از خدا بیخبر از دیشب رفته پی اشغال خودش اصلا انگار نه انگار ما اینجا مریض رو به موت داریم. پریز اتفاقا خوب شد راستش نمیدونستم چجوری سر حرف باهاتون وارد چند وقت پیش با خودم گفتم چه اشکالی داری یه وصیت‌نامه مختصر بنویسم واسه روز مبادا. این حرفو چیه؟ حالا من فکر می‌کنم روز مبادا که همین الان دیگه بهتره بازش کنیم بخونیم ضرری نداره که اگه رفتنی شدیم که هیچی اگرم موندیم حالا 30 سال 40 سال بالاخره بعد یه روزی باز کنم بخونن دیگه بخون برستی چشم آقا الان بخون دیگه بخون نکنه همراد نهی بردی اجازه بدی زود داشت دیگه نگاش کن چه خوشگله اینا چی آفه رفتی؟ ببخشی تو مال نوه تو گوره کجاست که کفنت باشه نوه نوه دختری رو عرض میکنه شما که دختر نداشتی آقای فرستی مادر جان چی کار داری تو امورات خصوصی مردم تجسس کنی درست داخلی شما اگه اجازه بدید میریزم رو زمین دونه به دونه میگردم حتما پیدا کنم فرستی نره من بخوام بزنم جلو ماشین بفرما بعد یه عمری گفتین یه وصیت نامه بنویس اینم شد نتیجه حالا کجا داری میری؟ خب برم دستشویی نه من نمیخواد بری میگیم لگن بیار لازم نکردم از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد خیلی خب بچه بیان کمکش کنم نمیخواد خودم میرم بچه ها مواظب باشم کجا باشم؟ خب برم دستشویی بابا فرار نمیکنم میرم باشه خب بستا اینجا کمک کردیم بفرمایید خب باش بابا این تو چی یاد داری؟ بلم کنم من خیالم ناراحت نگاه نمی کنم آقا نمی کنم برو بیگو اینجا با اون بسته من در نمیرم برو آمه آب میوه میخوام چی میخوای؟ آب میوه خیلی خب بیا 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 بدم اینا چرا باز اینجوری؟ سلام دادی پیدا شد خواهش میکنم الان آقا الان کجا گذاشتم این دیستا تو دنباله چی میگرد نه آقا جو الان پیدا میکنم
خدا رو شکر ما مثل بعضی نیستیم نزول خوری کنیم. نون بازمون میخوریم. با همین بازم آقا جونو بردم تو توالت. ببین دهنتو میبندی یا همچی بزنم پرش رو زمین همجا بغل آجون بخوابونن تا؟ بزن اونایی که زدی از بیمارستان مرخص شن بعد نرسن. خب پرویز این گوشیت خودشو کش جواب بده. بله. آقا جون من تو حرفی حسابت نمیشه. بهت میگم نمیتونم دیگه. ببین من حالی نیست. تا هفته دیگه همین موقع پولمو دادی دادی ندادی معمول میفرستم در خونه دیگه خود دانی دیگه هم زنی نزنی یا سعدی چند حساب کرده بودی باباش بلد نیستی دیگه تو بیمارستانم ولکن نیستم بریم باباتون موند و تو بیارینش بیرون آقا جون آقا جون برو کنار آقا جون منم آقا جون آقا جون آقا جون آقا جون آروم باشی بریم آقا جون پدرم دیده به سویت جلال از تنوز گم نادیدن تو ببین از این حلوه خواهش کنم همه تون میل بفرمایید این حلوه دو بار در زندگی من پخته شده آرد سنگک منتهاش این آرد سنگک رو باید از شهد عسل درست کنیم شهد عسل رو باید از موم عسل سوا کنیم قشنگ با آرد تفت بدیم چند دقیقه باید تفت دقیقه 9 دقیقه 2 دقیقه هم برای تفت اضافهش قشنگ جا بیفته فرق نمی کنه روغنش جامد باشه مایه باشه فرق نمی کنه منتهاش اینجا اون 9 دقیقه رو در نظر بازار بزرگ عرض کردم خدمتتون خدا امواتتون رو بیامرزه من خدمتتون میرسم براتون مفصل توضیح میدم که این حلوا چجوری پخته شده شرمنده ببخشید چه پسر گدر پدر را میدان گوش بدین داشو چه پسر گدر پدر را میدان چه پسر گدر پدر را میدان نباشد مهر او در دل تو ای پسر گدر پدر را خب کسی حرفی نداره دیگه چه حرفیه شم دیگه خوندی دیگه عجب خب ما یه خورده گیج شدیم آخه یه خورده که نه انشالله خیلی گیج شدیم البته حق با شما منم میدونم وصیت‌نامه عجیب و غریبیه ولی چاره ای نیست وصیت‌نامه پدرتونه باید مو به مو اجرا بشه وصیت چیه؟ شما اسم این کلاهبرداری میذاری وصیت‌نامه؟ پرویز مادر البته ببخشیدم خودم یه جورایی مشکوکم مگه میشه آقا جون ما که بچه هاشیم و فراموش کنه بعد تمام زندگیشه بره به نام دو نفر دیگه کنه آخه یا اون دو نفر خیلی یا آقا جون نمیدونم بسات کارهایی شده که اصلا شما برو به هزار نفر این ماجرا رو تعریف کن اگه یه نفر باور کرد من مطمئنم این وصیت‌نامه مال حاجی نیست باشه یعنی میفرمایید من دستکاری کردم یه به هر حال آدمیزاد دیگه یه موقع میبینیم مال دنیا گولش میزنه یا یکی گفته بهش دورش کرد ببخشید آقای فراستی بچه ها یه مقدار شوکه شدن وگرنه منظورشون که شما نیستیم خجالت بکش من کاری ندارم که این دوتا از ارث محروم شدم که واقعا هم حقشونه خدا بیامرز آقا جونم چقدر التماستون کرد چقدر خواهش کرد زن بگیرین آدم شین با هم آشتی کنین گوش نکردن خب اینم تنبیهشونه من موندم که چرا من باید از ارث محروم بشم اینجاست که ذره به وصیت نامه شک دارم بله بله این بخشش خیلی خیلی مشکوکه ببینید چند روز پیش سیف الله خان اسناد و مدارک تمام مال و اموالشو
به نام این دو نفر کرد. البته اسناد و مدارکشم تو دفتر هست، میتونید بیاد ببینید. دلیل نمیشه که، یه ورق کاغذ هزار تا کار میشه باش کرد. من خودم هزار بار این کارا دیدم، اینو اون انجام میدن. بشکن این دست. البته قرار بود بعد از مراسم هفت این سیدی رو بدم ببینید، ولی با شرایطی که الان به وجود اومده و تا تهمت دزدی به من نزدید بهتر اینو ببینید. فراستی کمدی سخی. آقا فرویز، آقا فرویز، خدا بیام مرده. خیلی ممنون، تشکر. همه آخرتون باشه، شادی شما. خدا نگه خیلی. پذیرایی بسیار عالی بود. دستتون درد نکنه. حلوای کاری کی بود؟ خیلی عالی بود. راستی پدرتون بوده؟ بله. خیلی ناراحت شدم. خدا بیامرزش. آخرین غمتون باشه. خدا بیامرزه. خیلی ممنون تشریف آوردید جناب سلیمانی. به خانواده سلام برسید. بزرگیتون رو مثلا خدا نگهدار. سلام. خدا رحمتشون کنه پرویز تو. ممنونم. ایشالله که نور به قبرشون بباره. پرویزتون جسارتا این آقا کامران ما از جوانای نیک روزگار. خوشبخت. چند وقتی میخواد ازدواج کنه همچین دست و بالش خورده خالیه. اومدیم پیشتون کار ما رو راه بندازید دیگه. فقط اگه محبت کنید اون 3% که با من حساب کردین، اون 3% هم با آقا کامران حساب کنید ازتون ممنون میشم. عرضم به حضورتون 3% که پرویز چی میخواد؟ تشکر میکنم، بنده نوازی فرمودید. خدا رحمت خدا رحمت 3% بده بهشون دیگه، آدم های خوبی هست. شما اشتباه گرفتید برادر من، من شما رو به جانم میارم، بفرمایید. آقا به جانم میارم، اشتباه گرفتید دیگه، بفرمایید. بفرمایید. نه 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 نه، من الان میرم همه چی یادش میاد. من نوشین کارت داشت میگفت. خیلی خب برو، من میام. بفرمایید. 3% بگیرید. دستتون درد مگه من به شما نمیگم که توی جمع حرف درصد و مرصد و معامله نزنید؟ اینجا جای معامله است آخه. برو آقا بفرمایید. خدا رحمت کنه. برو آقا، برو بعد از زنگ بزن. برو برو آقا جان. تالار بزرگ باغ زندگی با بهترین و پیشرفته ترین امکانات روز آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد. تبلیغ تالار نوشی. تالار بزرگ باغ زندگی با زیباترین چشمنداز ها خاطرات شیرینی را برای شما و خانواده عزیزتون رقم خواهد زد. یعنی فراستی امروز به روز پیرتر شه، خرفتر می شه. این چیه آخه؟ زندگی. اگر دارین این فیلمو میبینین حتی من مردم و شما جنگ و جدلتون شروع شده سر چی؟ ارثیه. بامبول درآوردین. خجالت بکشی از خودتون. شرم کنین. من همینجا اعلام میکنم این وصیت‌نامه کامل کامل خودم نوشتم. کلیه مال و اموالم میخوام ببخشم به بصیرت مجری. به هیچ کسی هم مربوط نیست. مالمه، دلم میخواد. هر کسی میتونه مالشو به هر کی دلش میخواد ببخشه. به کسی مربوط نیست. همین و سلام. کوفت زهر مار شربنه. دیدش هم گفتم چون اول فیلمه بابا گفته بذار اینجوری شروع کنم یه ذره طنز باشه بچسب به دلم. فرق نه آقا، آقا جون خدا بیامرز اصلا شوخی نداشت با ایش. منم فکر میکنم جدی بود. البته برای اینکه تا آخر عمرتون نفرین ناله نکنین و چهار ستون بدن من تو قبر نلرزه، یه فرصت کوچولو بهتون میدم. شاید سرتون به سنگ خورد و آدم شد. ماشاءالله. توی کمد اتاق قدیمی یه چیزی براتون گذاشتم که به درد همتون میخوره، ولی حق ندارین تا چهلوم من دست بهش بزنی بازش کنین. باز تکرار میکنم، تا چهلوم من حق ندارین دست بهش بزنین بازش کنین. متوجه شدی؟ چشم. دست نمیزنی با تا
چهلم چیزی نیست هم میتونی اینجا چه همونده تو چهلم سب میکنیم دیگه چاره نیست دیگه تو چهلم من سب کنیم نوشین نوشین یک کاغذ یک چیزه دوباره پلی کن آخ جون شعر نوشت این معمایی اینقدر باید بدی تا برسی به یه جایی به یه گنج چیزی پلی کن پلی کن ها؟ دوباره پلی کن یعنی چی؟ یعنی دوباره سی دی منظورشه ها؟ سی دی خاک عالم دوستر همه تو ضایع شدی؟ خوبه میخواستم قبل از مردنم مطمئن بشم که شما آدم بشو نیستی دو دقیقه نتونستین تحمل کنی من که عقب وایساده بودم آقا جون همون بهتر که از ارث محروم شین برین از گشتگی بمیرین بهتر خوب گوشاتون رو وا کنین ببینین چی میگن این خونه رو میدم به پریدوخ یه حقوق ماهیانم براش گذاشتم بقیه‌تونم کوفت کاری بهتون نمیدن همین حتی من؟ حتی نوشی اونم از ارث محرومه همه تون از ارث محرومین تا وقتی که خسرو و پرویز چیکار کنن زن بگیرن حالا من که نتونستم آدمشون کنم شاید زن بگیرن اون موقع آدم شد در زم تا چهلوم هم وقت داری این کارو بکنی و یعنی ارث بی ارث نوشین بابا اگه تو هم میخوا به حق و حقوقت برسی سعی کن کمکشون کنی اینا به سر سامون برسن در ضمن جفتتونم باید با هم زن بگیرین تک تک قبول نیست و سلام نامه تمام فهمیدی؟ گفتم تو چلون باید سب کنی آقا یه دقیقه بده چیکار میکنی؟ ببینم تشت شد یه چیز داشته باشه بابا این احتمالا باید قسمت دو داشته باشه اگه نداشته باشه خیلی فیلمه تشت داره علی چی کار میکنی؟ واقعا حوصله داری یا؟ تشت نداری چی؟ مبارک وقتی توی خونه عکس تو رو میبینم برمت به سهرا رو به روش میشونم میگم درد دل گذشته هامو که شاید بهش نبر این دشته هامو که شاید باور تو پرمیز هامو ما نه سر پیازیم نه تای پیازیم منطقه من نمیدونم این خدا بیا مرد چه نیتی داشت که ما رو انداخته تو حجر منو اینو مورد شما باشه برای بعد مراسم فکر کردی به همین راحتی از میدون در میرم میذارم روز روشن حق و حقوقمو بالا بکشین براتون دارم آقا ما غلط بکنیم از این کارا بکنیم ما خونه زاد این خانواده ایم آقا ما رو ببخشه آقا ما رو ببخشه آقا ما رو ببخشه آقا ما رو ببخشه آقای ماتی آقای خجالت بکشی خواهش میکنی تو که نمیدونی این کیه من بوده رفیق 40 ساله من بود آقا جان خواهش میکنم آب رو ریزی نکنی زشته جلو مردم زشته شما بفرمید من اینا رو درست شد این فاکتور مخارج بیمارستان خدمت شما چه خبره چرا اینقدر زیاد خواهش میکنم اون دری هم که با لغت شکوندید محاسبه کردن برای این زیاد شده بدش به همون آقایونی که برای مال اموال سیف الله خان کیسه دوختن بگی آقا خواهش میکنم پرویز خان شما فرزند ارشد سیف الله بگم آقای فرازدادی
جون مادرت. ببین ما دوتا، من این هم میشناسم، ما دوتا مال مردم خور نیستیم. جون مادرت، ما رو از این ماجرا بکش بیرون. یعنی چه؟ مگه دست شماهاست؟ وصیت نامه سیف الله خانه مو به مو باید اجرا بشه، همین که گفتم. آقای فراستی، بله، نمیشه یه کاغذی چیزی امضا کنیم همه رو به نام شما بزنین، شما خودتون پیگیر همه این قضایا بشین؟ خواهش میکنم آقایون، نمیشه دیگم، حوصله شنیدن دریوریای شما رو ندارم. این وصیت نامه باید اجرا بشه. شما مگه میخواین زودتر از این وضعیت خلاصید، یک راه بیشتر نداره، کمک کنید اینا برن زن بگیرن، هم شما راحت میشید هم من. تمام شد. راستی تا یادم نرفته، اینا مال شماست. اینا چیه؟ سویچ ماشین بچه هاست، چون سندش به نام سیف الله خانه، طبق وصیت نامه به شما میرسه. البته 40 روز امانت دست شماست، میتونید ازش استفاده کنید، ولی وقتی این بچه ها زن گرفتن ازتون پس میگیرن. وای به روزتون اگه خط بهش بیفته. همون ماشینا رو؟ بله. همین گنده ها رو؟ بله. همون قشنگا رو؟ بله. اون خودمون میشه؟ بله. ای بابا، وسیر از شما هم که ما رو سر کار گذاشتی، قربونت برم. یک کلام گفتم مال شماست، بگیرید. زودترم اینجا رو جمع و جور کنید که کار داره. ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ چون آقا پرویز پوستمون رو میکنه. یعنی چه؟ مگه من مردم؟ میگم آقای فراستی، اگه بعد از 40 روز اینا زن نگرفتن، آقا تکیب اینا چی میشه؟ به وقتش یه فکری هم بر اون موقع میکنیم. فعلا اینا رو بگیرید، زودتر هم اینجاها رو جمع جور کنید که کلی کار داشت. چشم. این مال خودمه، این مال خودمه. قیافت که نمیاد تمومه. عجب رسم زمونه، قصه برگ و باد خزونه، میرن آدم ها از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون کوچه؟ یک عمر با آبرو زندگی کردیم، آخر عمر ببین چه آبروزی ازمو شد. این رو بروس وصیتو کی بین اینو پخش کردیم؟ خدا میدونه هرچی میکشیم از دست این پسره بیدونه ایمونه مادر، زندگیمون همه رو داد به باد فنا. آقا جون هم آخرش دیر داد. اصلا این پسره صلاحیت سهم و ارث نداره مادر، تمام زحمات آقا جون رو دو روزه میده به باد فنا. من باشم آیه چوب کبریت هم به نامش نمی کنم آدم شه. خیلی خوب دیگه، حالا اینقدر ترس نخور، حالا که سر هممون بی کنم. از من بپرسی و من هنوزم میگم که این وصیت‌نامه دستکاری شده. راست مادر، شما نمیخوای یه عکس العمل نشون بدی؟ یه اعتراضی سر و صدای گرد و خاک چیزی؟ چه اعتراضی مادر؟ به نظر من که خیلی هم درسته، منم هیچ اعتراضی ندارم. یعنی شما واقعا میخوای بذاری مردم بیان همینطوری زندگی اونو بار کنم، خودشو ببرن؟ آقا سیف‌الله تو همه کارش یه حکمتی بوده، مطمئن باش تو این کارم یه خیریه. بله خیریه، تو اینکه همه اون به خاک سیاه بشنیم خیریه دیگه. حتما بله، حق با شماست. چرا خاک سیاه؟ به شرایط وصیت عمل کنی، انشالله همه چی حل میشه، دو مرتبه همه چی مال خودتون میشه. سلام. ببخشید چرا آقا پرویز انقدر ناراحت بودن؟ این خانومای اینجا چیزی گفته بودن بهشون؟ نه، فقط یه ذره خسته بود، رفت یه هوایی بخوره برمیگردن. میگه پری دخت جون، مهناز ما رو که دیده بودین یادتونه؟ هزار ماشاءالله بزرگ شده، خانومی شده واسه خودش، جدیدن داره میره کلاس آشپزی پیشرفته. البته من بهتون میگم، من اصلا قصد ازدواج ندارم، میخوام ادامه تحصیلم بدم. از هر انگشتش باور کن یه هنر می‌ریزه، خیاطی، آشپزی، گلدوزی، تمام شالای من با لباسامو همین مهناز می‌دوزه، خیلی قشنگ. ماشاءالله. میگم پری دخت جون، اگر شما تو این هفته خونه هستین، البته ما که خونه ایم، اگه میخواین شما تشریف بیارین.
چشم حتما. ببخشید من الان هیچ کاری ندارم، همه کارامو انجام دادم، میخوایم بیام کمکتون؟ آره. نه مهنوز جون دستت درد نکنه، این همه کارگر اینجا هست. با اجازتون. هی ببخشید چیزه چی تسلیت میگم بسید. اونم از اسم محرومه، همه تون از اسم محرومین تا وقتی که خسرو و پرویز چیکار کنن؟ زن بگیرن. حالا من که نتونستم آدمشون کنم، شاید زن بگیرن. اون موقع آدمش، 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 اون موقع آدمش. پرویز جان ول کن دیگه اون وصیت نامه رو، مادر جون شام یخ کرد. برو شما در شما برو، من الان میام. زود بیا یا بلند شما در جون. نوشید جونت، نوشید جونت. بیا خواهد هم بیا دیگه ساده. آده بیا. آوا بابا نوشید جونت. بکش. همین بفر. بفر نوشید جونت نو پر. پرویز بیسو که بیدار نشده بود. نمیدونم من نگاه نکردم. نگاه نکردی؟ پرویز اینقدر تو این سی دی رو نگاه کردی خش برداشت که نمیخوای بی خیالش بشی؟ من موندم قطعی وصیت بود آقا جون ما این وصیت رو کرد. آخه پدرای مردم هم وصیت میکنن، آقا جون ما هم وصیت کرده. کی با زن گرفتن آدم شده که ما بخوایم آدم شیم؟ آقا البته دور از جون دیگه، نه؟ با تو نبودم. تو یکی از همون اولش هم آدم بودی. اون زندگی که بخواد تو 40 روز پا بگیره از همین الان فاتحش مونده است. یعنی بعد اون زندگی رو گل گرفت. اتفاقا اگه قسمتت باشه خیلی هم خوب میشه. همین منو صادق یادتونه؟ از خواستگاری تا عروسیمون 5 روز نکشید. صادق یادته؟ چقدر خوش گذشت، چقدر شب خوبی بود. آخ آقا جون خدا بیامر، چقدر خوشیان بود. یادتونه؟ دختره احمق، آبرو حیثیتم رو از ارث محرومش میکنم. دیگه نمیخوام چشمم به روش بیام. بعد از عروسیش هم دیگه حق نداره پاشو تو خونه من بذار. ببخشید آجی، ولی به نظر من فقط تقصیر شماست. اگه همون موقع که این پسرای راننده جلومبار پاشو گذاشته بود تو خونه ما برای خواستگاری میذاشتی قلم جفتشون رو خورد کنم، همون که تموم شده بود دیگه. آقا جون بابا بی خیال دیگه، ما کاری که شده دیگه خودتون ناراحت نکنید، باشیم یه دست بزنید شادی کنید. ما هم خز بودیم دیگه، حالا ما این درست شدیم. کافیشو پسر بی غیرت بله اله خون. من چی هستم؟ سیف الله خون بعد یه آقام رو آورو داری دخترشو بده به راننده تالارش. من هیچ وقت آقا جون انقدر خوشحال ندیده بودم تو زندگیم. انقدر خوشحالم، من همیشه شکر میکنم خدا رو شکر شکر. من دوماد این خانواده. منم هر روز صبح تا شب دارم فکر میکنم که ما کجای کارمون غلط بود که نوشین. پاشو جا منو بنداز بگیرم بخوام. برای منم بندازیم. مگه نمیخواییم بریم خونه خودتون؟ آقا فرستی کلیده جبتشینم گرفت ازشون به خاطر وصیت. آره دیگه، گرفت داد به آقا موجی و بصیرت. چیه تو الان خوشحالی؟ خوشحالی؟ نه من چیز کنم برم ببینم گیسو اگه بیدار شده بیارم شامشو بخوره. نوش جونت. نه الان میام میپزم برد. یا خلا در به نازم شاد اومادو ماشالله این شاد اوماد قدش فکر کنم 1.60 باشه، ولی شماره پاش 54 روزیک زیاده. واسه دختر شما، واسه دختر شما خواستگارای اومدن همشون با هدیه ها، همشون با هدیه ها دست به دست اومدن. و یکی شاه پسر از سر بازار اومده،
این یکی افسر و با صد تا سرباز اومده. شما بگین، شما بگین توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالله، توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالله. بیا اون آقا که دمه درناس دادن از بچه های شما. بله اون دادش همه چه کمه گه نمیدونم آخه سروزش یه جوریه که استرس ایجاد میکنه. نه متوجه هستی؟ نه میدونم شما نگران نباشین، اصلا نترسیم. اون همین جوری قیافش اینجوریه. ببینید آقای نایف زاده کن شما اصلا دومده اومدین، این دومده از دوسته قدیمه منه، من همه چی درست شما یه دقیقه بایستی من نمیشه بله بره خونه. نه آقا جون اونطوری نمیشه که این بوجه زنم رو باشه دیجا مردم. آقا شما بعدم بیا رجوع دستش با هم توافق کنید. خدا حسد این رو بهتون قطع کن چین برج زمان پرسیدی که مردم میخوان شاد بشن. این چه بیافیه؟ خود اولا چین داره میخونه ها؟ با میخونه اگه هر شب نمیخونه بی خود میکنه. مگه نمیدونه ما عزا داریم؟ برو بگو سنگی میخونه بینم. برو پرویز ما عزا داریم، مردم چه گناهی کردن؟ این اومده اینجا شاد بشن. خوشم بیاد آخر علی بیگم نمیفهمه دیگه تقصیر خودت نیست. نمیفهمه من علی بیگمم، من میخوام مردم دلشون شاد بشه. تو چی نگاه کن، من قیافه کریر پوشیدم ولی اینجا کم مونده دیگه عکسی که بزنی رو کارت بزن از آوردن اطفال خودداری کن. چون لولو اینجا آره چی نکنه دوره بخواد که شلیقه قرمز بپوشم بیام رو صحنه واسم برای مهمونای محترم حرکات موزون اجرا کنم. من نمیخوام کارا رو بکنی اینجا، کسی نمیخواد واسه من. حالا هفته ماجی هم نشه 6 دقیقه کردی اومدی اینجا واسه من هر کاری کردم خوب کردم. من صلاح برو من نبشی نفید. بح 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 این شاد آماده عزیز دوش درسته. این بخون بله سنگین بخون. سنگین چه؟ عروس حال مردم دارن حال میکنن. مردم دارن حال میکنن اینجا عروسیه. ببین اینه چیه داری میخونی؟ دارم من میگم سنگین بخون. تو این تالار این چیزا مزخرفات نمیخونی ها؟ چش هرچی شما بگید، ولی یه سوالی از شما دارم پرویز خان. این ماشین شما صندلیش بخاری داره؟ ماشین من آره. چطور این بخاریش چجوری خاموش میشه؟ آدم میسوزه. نصیرت الان وقت این حرفا ساخه. سنگین بخون سنگینا. آقا تو چی کاره ای؟ خود خاله نکن. آقا عروسی مردم چه اصلا به تو جواب میده؟ خاله همچنان بیننده اخبار شبانه هستید و اما ببینید دعوای دو برادر رو در یک تالار عروسی. بنا به گفته حاضرین این دو برادر که اتفاقا مالکین این تالار نیز هستند، به خاطر نوع اجرای نوازنده ها به جون هم افتادن. ماما حسابی از خجالت هم در ماما بودو از بعد حادثه خواننده تالار هم از مش و لگد این برادر به نصیب نبود. البته با وساطت بقیه این قضیه ختم بوده بود. زنگ بزنید این حاضرین در تالار برامون فرستادن که ازشون تشکر. بله بله بسیار خوب. کدومتون سرش بخیه خورده؟ من اینجا نوشته سر شما 5 تا بخیه خورده. درسته خوردم. کجای سرت بخیه خورده؟ من هیچی نمی‌بینم. Hold on.
اگر از این آقایون شکایتی داری اینجا بنویس تا من قرار بازداشتشون رو صادر کنم. ایشون که شکایتی نداره. خودشون زبون نداره مگه؟ بسیره. خب بگو شکایت نداری دیگه. جناب سرهان ببخشید. اینا به من نمیگن که بخاری صندلی ماشین چجوری خاموش میشه. بخاری؟ بخاری صندلی چیه؟ شما بگو شکایت ندارم. من خودم تمام کلیدهای اون ماشین رو یادت میدم. خواهش میکنم آقا. من از دست شما شاکیم. چی میگی تو؟ شما با این کارتون اعتبار تالار رو زیر سوال بردی. آخه چه معنی میده دعوای خانوادگی ما رو تو تلویزیون پخش کنی؟ فراستی بگو یه بار دیگه هم داشتیم بده خودمون رو ببینیم حال کنیم. نه خیر آقا، من صدامو بلند نمی کنم. اورجینال صدای من این مدلیه. لازم نکرده آقا جان، یا تو خبر فردا شب از ما عذرخواهی میکنیم یا من مجبورم بلندشم بیام شبکه و هرچی دیدی در چه. الو الو قطع کرد؟ بله، اصلا به حرفام هم گوش نکن. عجب میلش کن. زنگ میزنم فردا بچه ها بیام میریم جلوی تلویزیون تحصان بفهمن کد تنه کیه. میشه خواهش کنم شما با اون نظرات بی نظیرتون بیشتر از این آبروی ما رو نبرید. همون یه باری که تصویرتون از تلویزیون پخش شد هزار تا اسمس برای من اومد. یه چند تا اون با نمکاشو بخوام حال کنیم. خوب گوشاتونو وا کنیم ببینید چی میگم. از فردا تا چهلوم حقی ندارید دوتایی با هم تو تالار کار کنید. ببخشید آقای فرستی، این تو وصیت نامه هم نوشته؟ این که الان گفتید فرستی، تو فکر میکنی زوج و فردش کنیم و زن میگیریم؟ آره؟ من هیچ فکری نمیکنم. یعنی دلم نمیخواد که فکر کنم. من فقط به فکر آبرو خودم و اون تالارم. شک نکنید بعد چهلوم هم میذارم میرم. پشت سر من نگاه نمیکنم. شما هم هر غلطی دلتون میخواد بکنید. کجا؟ ما تازه میخواستیم برای خواننده تالار استخدامت کنیم با این صدا. حتی به عنوان زاپاس آقا وسیله. خسرو روزای زوج میره، پرویزم روزای فرد. به هیچ وجه هم تو کار هم دیگه دخالت نمی کنه. ببخشید آقای فرستی، من میخواستم با اجازهتون موضوع رو عوض کنم. اگه بعد از یه موقع بعد از چهلوم تالار کاملا مال من شد، تو تالار من هر چی دوست داشتم میتونم بخونم؟ نامردا بوده دیگه، بارا رو خالی کن دیگه. زود باش زود باش، این هویجا رو بری سولگن آب، این فلفلار هم خوب پاک کنین. بودو بودو بگو بچه این بارا رو خالی کنن. هی آجی علی بیبی، آخه تو که فرق ماشین مدل بالا با وانتو نمیدونی، همین میشه دیگه. ماشالله شوفرم که گرفتی برای خودت. چیه؟ حسودیت میشه؟ من اصلا نیاز به این چیزا ندارم که، همه میدونم. من اصلا به مال دنیا اهمیت نمیدم که. آره راست میگی، تو که به این چیزا نیازی نداری. تو که به موقعش چتر تو وا کردی، دیگه هرس چیو میخوای بخوری؟ آقا جو ارزشو داشتم، تونستم، لیاقتم بوده، میتونستی میکردی. بعدشم من که از مرده خوری به ماشین آپارتمان که نرسیدم که. خدا رو شکر، خدا رو شکر دلبری کردم، حقم بود.
گوش بده ماجی، اگه از من میشنوی زیاد پاس این چیزا رو نده. این آدمای مالدوستی که من میشناسم دو روز دیگه به خاطر سهم الارثشون هم که شده باشه میرن چارتا زن میگیرن، همین وزیر باد پیکشه بیرون. بچه بودا این دیگه زود باش. کجا میری؟ کم آوردی؟ نه من همینجا هم دارم میشتم. بگو میگیرم 10 تاش هم میگیرم تا چش تو در بیارم. خب غلط کردم آقا خسرو، ببخشید آخوز رو بچه کی کردم؟ یه دقیقه بیا. جاهل بودم، یه دقیقه بیا، نفهم بودم. بیرون یکی کارتون داره. کیه؟ یه خانوم هست کارتون داره. چجوریه؟ معمولیه. قیافشو نگفتم، چه شکلیه؟ نشاختم. ببخشید. سلام آقا خسرو. بسونم باقی زندگی بفهم. الو بفرمه عمرتون. من مهناز خانومم، دختر سوسن خانوم. بله هزار بار دیدمتون اینجا. کدوم سوسن خانوم؟ سوسن خانوم دیگه میشناسین، سوسن خانوم بیدش مسئلی قبل کمون کم خواهم بیخیر اینجا محل کسی. چرا؟ من قاطی کردم. بفرمه عمرتون. اون وقتی چیز مراسم فوت آقا جون، بعد خدا بیامرزتشون، کیف همه جا گذاشتن. آقا جون کیه؟ آقا جون من میشه پدر شما دیگه. یه کیف مشکی بود. بله آره، باشم یه شماره بود که شماره خودتون بود. بله شمارهش که دست بچه های آشپزخونه است. نه حالا برای اینکه صاحب کیف رو پیدا کنن زنگ بزنن، شماره رو برداشتن، حتی به تو زنگ میزنن، منم پیگیری میکنم. آقا پرویز نیستن؟ نه خیر، اینجا طرح آقا پرویز، خودشون شخصا طرح ندارن، روزه زوج اینجا نمیان. واه طرح من نمیدونستم. آره فکرم شما کلن طرح ندارید، نه روزه زوج نه روزه. نه من همه طرحان تو مدرسه گذروندم. جدی؟ ولی کلا دختر خوب. خب همینجا وایسه، من الان میرم برمیگرم میام. این گیم سره چکم دختر سو سرکانو. آقا خسرو امرتون، ما یه اطلاعاتی در مورد اجاره تالار میخواستیم بدونیم. شما خانومه؟ من بلورچی هستم، خواستم بدونم که واسه یک ماه آینده تالار رو اجاره میدین؟ خب ببینید خانم بلورچی، ما تا 2 ماه آینده هر شب برنامه‌مون پره، بستگی به شما و شادومات داره که خب چجوری تهی کنید. هر شبی که خواستیم ما خالی میکنیم که شما تشریف داشته باشید. نه واسه من که هنوز قسمت نشده، واسه دختر خالمه، ولی چون خودش خجالتیه همش من اونجلو میندازه. سلام. خوب هستین؟ من متوجه نشدم شما مجرد هستی. نه این طور میگن قصه از... یعنی قسمت نشده که عجب اتفاقی. حالا ما باید چیکار کنیم؟ همون حالا باید چیکار، الان باید بریم داخل. این خانم منشیمون، خانم شوقی، خیلی خانم مهربونیه، این براتون یه وقتی رو حتما رزرو میکنه. این خانم شوقی روزه زوج هست اینجا، برادر زوقی روزه فرد هست که با برادر من کار میکنه. روزه زوج برنامه متنوعی هست، عروسی، تولد و چیزا، روزه فرد برای عزاداری و... پس ما روزه زوج میاییم. بچه عجل راحت. سلام به بابا برسیم. عجب من همینجا اعلام میکنم این وصیت نامه کامل کامل خودم. چی میومد؟ کلیه مال و اموالم همسایه‌ها دیگه مادر. پس این چیزای مبتذل و سخیف پیش میکنن. اعتراض کنی همسایه‌ام درست نیست. اعتراض نکنی وجدان خود آدم راضی نمیشه. چرا نخوابیدی مادر؟ خوابم نمیبره مادر. من این کلیه مال و اموالم میخوام ببخشم به وصیت مادر. خسته نشدی اینقدر فیلم وصیتون بینی؟ هنوز دنبال سرنخ میگردی؟ مادر من مطمئنم یک کاسه ای زیر این کاسه است. حالا صبر کن، من تک تکشون رو رسوا میکنم. مادر جون به جای این خیال پردازی یه فکر اساسی واسه آیندت بکن. فردا پس فرداست که 40 من تموم میشه، تو هنوز میخوای مچ بگیری. چیکار کنم مادر؟ دست خودم نیست دیگه. من این سیستمی که حاجی تو وصیت نامش نوشته عمرن نمیتونم قبولش کنم.
اصلا من نمیخوام حالا زن بگیرم، تازه یه روزی هم اگر بخوام زن بگیرم اینطوری که نمیشه، بعد یه سال قبل زنمو بشناسم، تحقیق کنم. سلام به همگی، امیدوارم هر جا هستی موفق و معید باشی. بقیه‌تون بلخص شما مادر، حتی شما دوست عزیز که ما هر نشستی. علیکم سلام، چی شده؟ کپکت خروس میخونه مادر. وقتی مدیریت تالار با یه نفر باشه خب همینه دیگه، همه چی خوب برگزار میشه. زن بگیرم باید آدم کپکش خروس بخونه دیگه. اینا چه داغونایین. آخ خوب شد یادم انداختی، اینو صادق آورده بود، عکس چند تا از دخترای فامیلاش رو یه نگاهی بندازی. درست نیست این کارا مادر، شاید راضی نباشن اینو تو داری عکسشون تماشا میکنی. درست نیست، اگه راضی نبودن عکسشون رو نمیدادن. آخه درست نیست مادر، صادق آورده، شاید اینا خودشون راضی نباشن تو داری تماشا میکنی. بابا اینا مجاز پرسنلی، نگاه کن. نگاه نکن برادر من، درست نیست، بذار کنار. اینا موافق باشن اگه تو هم میخوای حق. من مطمئنم این صادق یه پوساد چیزی از اینا گرفته، ازشون آورده، وگرنه این صادق در راه رضای خدا موشم نمیگیره. نمیبینی؟ نگاه نکن، بذار کنار. بابا اینا این پرسنلی نکو، چرا خیلی تو نگاه کن، شاید یکیشون تو بپسندی مادر. من مادرم بخوام پیدا میکنم دیگه. سلام، خط و خط شد. سلام. سلام علیکم. با ماشینتون نیومدی؟ ببخشید شما؟ من مهناز خانوم، من دختر سوسن خانوم. کدوم سوسن خانوم؟ سوسن خانوم دیگه میشناسی، سوسن خانوم. ابرو کمون چش از. بخوام اینم رو تو. چیزه؟ آقا خسرو نیستن؟ نه خیرشون روزای زوج میان. طرح زوج و فردش کردین این ماشینا؟ بله زوج و فردش کردیم، البته اگه نظر شما اشکالی نداشته باشه. نه نظر من اشکالی نداره. حالا امرتون با خسرو چیکار داشتین؟ کیفم تو تالار جامون، بعد اومدم که آقا خسرو کیفم به هم بده. بله میدونی چیه؟ الان بهتون میگم، من امروز پای سیب درست کردم، اصلا قصد ازدواج ندارم و میخوام ادامه تحصیل بده. آبا عزیز، البته اگه شما کیفمو پیدا کنیم بد نیست. خودم میخورم. سلام. علیکم سلام. آهای میجا بینم. سلام. این چه سر ریختی باز خودتون درست کردین ها؟ آقا خسرو دستور داد اینجوری باشه. خسرو غلط کرد با تو؟ این چیه؟ سیرک مگه اینجا ها؟ بری سری لباستون عوض کنیم اینا، موهاتم مثل آدم شونه کن. آقا ما پا گیج شدیم، یه روز شما دستور میدی اونجوری، یه روزم آقا خسرو میگن اینجوری. گیج شدی که شدی، مثل آدم لباس بپوش گیج نشی. بریم اینا. آقا ما که خوبیم دیگه، تو رو خدا. تو خیلی عالی شمسی خانم، این چیه لچک سرت کردی؟ دیگه تکرار نشه، بریم اینا. برو. یادداشت بفرمایید لطفا. اسلام شهر باغ زندگی. بله معروفه. خواهش میکنم در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. خدا سلام. بفرمایید راحت باشین. آقای زوقی این دو تا خانوما کی بودن؟ خانم نیدم آقا. همین دو تا خانومی که الان رفتن. هیچ خانومی نیومدن اینجا. یعنی هیچ خانومی نیومد اینجا تو دفتر؟ اصلا. یعنی چی؟ کیفم پیدا کردی؟ کیف؟ آره دیگه، همون که تو تالار جا گذاشته بودم. نه خانم نه، شما رو اینجا اینا رفتی؟ نه منتظرم آقا خسرو بیاد بهش میگم کیفم برام پیدا کنه، بعدم میخوام بهش بگم که من قصد ازدواج ندارم، میخوام ادامه تحصیل